سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم امشب میخوام یه مجموعه داستان براتون بخونم داستان های کوتاه و ساده اما شیرین و زیبا از بوستان و گلستان سعدی در طی هفته در این کانال داستان های جذابی خونده میشه داستان زیبای شیرزاد و خاتون و داستان سیناه پزشک مخصوص فرعون اگر میخواین از داستانهای دار کانال جا فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید بریم تا با هم این داستانهای جذاب رو بشنویم داستان کشتی و بازرگان روزی در سفر با گروهی از بزرگان در کشتی نشسته بودم در حال صحبت بودیم ناگهان کشتی کوچکی که به دنبالی ما میامد در آب غرق شد مردمی که در آن بودند به آب افتادند و در حال غرق شدن بودند یکی از بزرگان که از اتفاق پیش آمده ناراحت بود به کشتیبان گفت آن دو را نجات بده اگر چنین کنی و از غرق شدن نجاتشان دهی برای نجات هر کدام به تو پنجاه دینار خواهم داد کشتیبان خود را به آب انداخت به سراغ آن دو مرد رفت و بعد از تلاش فراوان توانست یکی از آن دو را نجات دهد و دیگری در آب غرق شد و مرد من رو به کشتیبان گفتم حتما عمرش به سر آمده بود به همین دلیل یکی نجات پیدا کرد و دیگری به علت تأخیر در نجاتش هلاک شد کشتیبان خندید و پاسخ داد آنچه که تو میگویی درست است اگر کسی عمرش به سر بیاید قابل نجات نیست ولی علت دیگری هم داشت آن این بود که میل من به نجات این یکی بیشتر از کسی بود که هلاک شد زیرا سالها قبل روزی در بیابان سرگردان بودم این شخص سر رسید و مرا نجات داد بر شطره سوار کرد و به شهر رساند اما دیگری که هلاک شد در کودکی به من سیلی زده بود گفتم راست گفت خداوند که پاداش کردار نیکوبت به خودمان باز میگردد داستان نماز صبح و سرزنش مردم یاد دارم که در ایام کودکی بسیار مؤمن و پرهیزکار بودم شب را تا سحر به عبادت می گذارندم. قرآن می خاندم. در تقوا جدیت داشتم شبی در کنار پدرم در مسجد تا سحر نشسته بودیم من همه شب را بیدار ماندم و قرآن خواندم ولی چند نفر دیگر که به آنجا آمده بودند خوابیده بودند حتی برای نماز صبح هم بیدار نشدند رو به گفتم از اینها یک نفر بیدار نشد که نماز صبحش را به جا بیاورد طوری در خواب قفلت فرو رفتند که انگار نخوابیدند بلکه مردند پدرم پاسخ داد پسرم تو هم اگر خواب باشی بهتر است تا اینکه بیدار باشی و به غیبت و سرزنش مردم بپردازی داستان درویش دوست روزی برای درویشی مشکلی پیش آمد که به ناچار گلی می را از خانه یکی از مردان با ایمان دزدید. معمولان او را گرفتند و پیش قاضی بردند صاحب گلیم هم نزد قاضی آمد رو به او گفت من او را بخشیدم و از گناهش گذشتم قاضی پاسخ داد با شفاعت تو از اجرای عدالت نمیگذرم صاحب گلیم گفت اموال من وقف نیازمندان و توهی است اگر فقیری چیزی از آن بردارد از مال خودش برداشته پس قطع دست او لازم نیست قاضی از جاری کردن حکم منصرف شد اما درویش را مورد سرزنش قرار داد به او گفت آیا در این شهر شخص دیگری نبود که تو از چنین مرد پاکی دزدی کردی؟ درویش پاسخ داد ای قاضی مگر نشنیده ای گفتند به خانه دوستان برو ولی در دشمنت را مکوب داستان دختر زشت و داماد نابینا بازرگانی دختری بسیار زشت رو داشت دختر بازرگان با وجود مال و ثروت فراوان جهیزیه زیادش کسی حاضر به ازدواج با او نمیشد. سنش زیاد شده بود و کم کم از سن ازدواجش میگذشت. پدرش به ناچار او را به عقد شخصی نابینا درآورد. در, در آن زمان حکیمی به شهر آنها آمده بود که می توانست دیده نابینایان را شفا بخشد. مردم به پدر دختر گفتند ای بازرگان چرا دامادت را به نزد حکیم نمیبری و دیده او را شفا نمی دهی؟ بازرگان پاسخ داد نگرانم که بینا شود و دخترم را طلاق دهد مردی که زنش زشت باشد همان بهتر که نابینا بماند داستان طبیب خردمند و پیامبر اکرم یکی از پادشاهان طبیبی با تجربه و خردمند را نزد پیامبر اکرم فرستاد تا به ایشان و اصحابش خدمت کند طبیب یک سال در دیار عرب بود ولی طی یک سال هیچ کس نزد او نیامد و از او کمکی برای درمانش نخواست. طبیب ناراحت شد. گل مند نزد پیامبر رفت و عرض کرد. ای پیامبر، پادشاه من را برای معالجه و خدمت به اصحاب شما فرستادند. ولی در مدتی که من در اینجا بودم کسی به من مراجعه نکرد تا بتوانم خدمتی به اصحاب پیامبر بکنم. پیامبر فرمود ای طبیب این طایفه عادتی دارند آن این است که تا واقعا گرسن نشوند غذا نمیخورند وقتی که کاملا سیر نشدند دست از غذا خوردن میکشند طبیب عرض کرد به راستی که این دلیل سلامتی و تندرستی است و آنجا را ترک کرد داستان دو درویش چاق و لاغر. دو درویش که در خراسان زندگی می کردند و با یکدیگر دوست بودند آزم سفر شدند یکی از آنها بسیار ضعیف و لاغر بود و دیگری چاق و پرخور روزی سه وعده غذا می خورد آن هم به مقدار زیاد آن دو به شهری رسیدند و به اتهام جاسوسی دستگیر شدند مأموران هر دو را به خانه ای انداختند و در آن را گل گرفتند بعد از دو هفته معلوم شد که آنها گناهکار نبودند پس در را باز کردند تا آزادشان کنند مردم با کمال تعجب دیدند یکی از آنها که چاقتر است مرد دیگری که لاغر و ضعیف است جان سالم به در برده حکیمی که در بین مردم حضور داشت با آنها گفت اگر به جز این بود باید تعجب می کردید. آن یکی که پرتوقع بود و عادت به زیاد خوردن داشت طاقت گرسنگی نیاورد و مرد اما دیگری که به خیشتنداری و صبر عادت داشته سلامت و زنده است داستان عالم ایالوار و مرد ثروتمند یکی از علما ایالوار بود فرزندان زیادی داشت ولی درآمدش کم بود از پس مخارج زندگی بر نمی آمد ماجرا را به یکی از ثروتمندان که ارادت زیادی به او داشت گفت آن ثروتمند اخمایش را در هم کشید از سخنان عالم عصبانی شد ثروتمند کمی به جیرهای که به عالم میداد اضافه کرد ولی ارادت او به عالم بسیار کم شد مدتی گذشت وقتی عالم آن محبت و ارادت قبلی را از ثروتمند ندید گفت نانم را اضافه کرد و از آب رویم کم کرد بلاستی که زلت از بینوایی است داستان حاتم تایی به حاتم تایی گفتند از خود جوان مرد تر و بخشنده تر در دنیا دیده ای؟ پاسخ داد؟ آری روزی چهل شطور را قربانی کرده بودم تا در میهمانی از مردم پذیرایی کنم برای کاری از خانه بیرون رفتم وقتی به صحرا رسیدم دیدم خارکنی مشغول جمع آوری خار است گفتم چرا به مهمانی حاتم تایی نمی روی که تعداد زیادی از مردم سر صفه او جمع شدند پاسخ داد هر کس که از زحمت و کار خودش نان بخورد منت حاتم تایی را نمیکشد. داستان خطات آواز خان خطاتی صدای بسیار زشت و زننده ای داشت ولی خود را خوش آواز می دانست. همیشه با صدای بلند آواز می خاند. مردم روستا به علت جاه و مقامی که بین مردم داشت مراتش را می کردند. به او چیزی نمی گفتند. خطات همچنان با آواز خواندن ادامه می داد. با صدای گوش خراشش باعث آزار دیگران می شد. تا یکی از روستایان که با او دشمنی یا شکار داشت نزد او آمد گفت خوابی راجع به تو دیدم امیدوارم که خیر باشد خطات گفت چه دیده ای؟ برایم تعریف کن گفت خواب دیدم که تو با صدایی زیبا آواز میخاندی و مردم با آرامش به صدایت گوش میدادند خطا چند لحظه به فکر فرو رفت گفت این خواب خوبی است که دیدی تو با این خواب مرا از عیب خود آگاه کردی معلوم شد که صدای بدی دارم و مردم از شنیدن آوازهای من ناخوشند از این پس آواز نخوانم مگر به آهستگی و در خلوت داستان کبوتر با کبوتر باز با باز در خانه مردی ثروتمند توتی روزگار خوبی داشت هر روز در آینه ای که توی اتاق روبروی قفس بود نگاهی به بالهای سبز و زیبایش میانداخت میگفت من بهترین و زیباترین پرنده جهانم خداوند هیچ موجودی به زیبایی من خلق نکرده فقط حیف که تنهایم ای کاش صاحب هم جفتی برایم می آورد که از تنهایی در بیایم ای کاش کسی بود که با او حرف می زدم و درد و دل می کردم توتیه سبز و زیبا همیشه با این فکر زندگی می کرد. با این فکر شبها می خوابید و صبحها بیدار می شد. تا اینکه روزی از روزها صاحبش کنار قفس آمد گفت تو خیلی تنهایی این را می دانم. برای همین خیال دارم یکی را بیاورم پیشت ولی باید تا شب صبر کنی میدانم که امشب از خوشحالی بال بال خواهی زد صاحب توتی این را گفت و رفت توتی از فکر یار جدید بیرون نمی آمد. از اینکه کم کم به آرزویش می رسید در پوست و پرش نمی گنجید. از پنجره بیرون را نگاه میکرد و منتظر بود خورشید غروب کند و شب از راه برسد آن روز برای توتی درازترین روز عمرش بود سرانجام هوا تاریک شد صاحب توتی در خانه را باز کرد و داخل شد خوشحال و خندان پرنده ای را از درون کیسه بیرون آورد و در قفس توتی گذاشت توتی نگاهی به تازه وارد کرد و جا خورد آن پرنده یک زاغ بود زاغی به رنگ سیاهی شب توتی منقلش را باز و بسته کرد گفت تو تو قرار است یار و هم نشین من بشوی زاغ چیزی نگفت به او پشت کرد توتی سوالش را تکرار کرد زاغ گفت اتفاقا من هم داشتم همین سوال را از خودم می کردم تو قرار است هم قفس من باشی توتی گفت چه حرفا چه زمانی شدی که یک زاق سیاه برای من دوم درآورده ببینم تو پرندی یا مشتی زغال سیاه برای پختن کباب زاغ از این حرف ناراحت شد گفت تو خودت چه هستی؟ توتی گفت من؟ من زیباترین پرندی جهانم ببینم تو اصلا میدانی زیبایی یعنی چه؟ زاغ گفت نه خیر فقط تو میدانی من اصلا نیازی ندارم که بدانم زیبایی چیست چون خودم زیباترین پرنده دنیا هستم صدای خندی توتی همه جا را پر کرد گفت کی گفته که تو زیبا ترین پرنده جهانی؟ زاغ گفت این را مادر خدا بیامرزم میگفت به هر حال حیف من باید با زاغی مثل خودم در دیوار باغی لانه داشته باشم اما افسوس که این شانس را نداشتم توتی هم گفت اختیار دارید بعد شانسی از من است چون به جای توی سیاه سوخته میبایست با یک توتی زیبای دیگر هم صحبت می شدم. این گفتگو تا دیر وقت شب ادامه داشت صاحب خانه کلافه شده بود از آن دو او از حرفای آنها چیزی نفهمید اما به یاد این زربل المثل افتاد کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز او پیش خود فکر کرد همانطور که دانا از نادان نفرت دارد نادان هم از دانا وحشت دارد تصمیم گرفت صبح روز بعد آنها را از هم جدا کند داستان قلام و ترس از کشتی پادشاهی به همراه قلامش در کشتی نشسته بود قلام تا آن وقت کشتی را ندیده بود گریه و زاری به راه انداخته بود و ترس از کشتی لرزه به اندامش انداخته بود هرچه با مهربانی با او رفتار میکردند تا آرام بگیرد و دست از ترس بیهوده بردارد فایده ای نداشت باعث خشم و ناراحتی پادشاه شده بود حکیمی نیز در آن کشتی همسفر آنها بود رو به پادشاه عرض کرد اگر پادشاه اجازه دهند من راهی دارم که او آرام می شود پادشاه پذیرفت حکیم دستور داد تا غلام را به دریا بیاندازند پیشنهاد حکیم را انجام دادند چون مدتی در آب دست و پا زد او را از آب گرفتند و به کشتی آوردند چون از غرق شدن نجات یافت در گوشه ای از کشتی نشست و آرام گرفت پادشاه تعجب کرد از حکیم پرسید در این کار تو چه حکمتی بود؟ پاسخ داد غلام از اول مصیبت غرق شدن را نچشیده بود قدر کشتی را نمیدانست قدر عافیت را کسی میداند که به مصیبتی دچار شود داستان شاهزاده و ارث پدری به شاهزاده ای از طرف پدرش ارث فراوان رسید شاهزاده که بسیار بخشنده بود سعی در آبادی مملکت کرد شروع به بخشیدن مالش به سپاهیان و رعیتها کرد یکی از نزدیکان شاهزاده شروع به نصیحت او کرد گفت ای شاهزاده پادشاه قبلی این مال را به سختی به دست آورده و جمع کرده برای مسلحتی کنار گذاشته دست از این بخشش ها بکش که ما نمیدانیم چه واقعه هایی در پیش رو داریم و چه مشکلاتی قرار است پیش آید. شاهزاده از این سخن خشمگین شد. با ناراحتی و عصبانیت پاسخ داد. خداوند تعالا مرا پادشاه و مالک این مملکت قرار داده تا بخورم و از دارایی هایم به دیگران ببخشم. نه نگهبان که بخواهم از دارایی هایم نگه داری کنم و آنها را برای خود نگاه دارم داستان بهلول و قیمت هارون رشید روزی بهلول در حمام مشغول استهمام بود ناگهان هارون و رشید و جمعی از یارانش وارد حمام شدند چشم هارون و رشید به بهلول افتاد از بهلول پرسید اگر بخواهی مرا بخری به چه قیمت میارزم؟ بهلول پاسخ داد پنجاه دینار هارون و رشید برها شفت گفت نادان پنجاه دینار که فقط قیمت لنگ من است بهلول نیز در جوابش گفت من هم فقط لنگ خلیفه را قیمت کردم وگرنه خود خلیفه که ارزشی ندارد داستان وزیر و بادمجان سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادمجانی سرخ شده به خوشمزه آوردند سلطان بسیار خوشش آمد گفت بادمجان غذای لذیذی است ندیم سلطان محمود به مدح و ستایش بادمجان پرداخت چون سلطان محمود سیر شد گفت بادمجان مذر است ندیم شروع کرد از مزرات بادمجان گفتن سلطان گفت ای مردک نه با وقت که آن همه تعریفش را کردی نه حالا که از زهرش میگویی ندیم گفت من ندیم تو هستم نه ندیم بادمجان. باید چیزی بگویم که سلطان خوشش بیاید نه بادم جان داستان لباس عید برای روز عید سلطان محمود لباس هر کس را تعیین میکرد وقتی به تلخک رسید گفت پالانی بیاورید و به او بدهید همین کار را کردند روز اید وقتی همه لباس هایشان را پوشیدند تلخک پالان را روی دوشش انداخت و به مجلس سلطان محمود آمد گفت ای بزرگان عنایت سلطان را در حق من میبینید شما را لباسی نوع از خزانه بخشید لباس خود را از تن درآورد و به من پوشاند داستان کاسه اصل یا کاسه زهر جوهی در کودکی چند روز شاگرد خیاط بود روزی استاد کاسه اصلی را به دکان برد خواست به دنبال کاری برود پس به شاگردش گفت ای پسر در این کاسه زهر است از آن نخور وگرنه هلاک میشوی شاگرد پاسخ داد من با آن کاسه کاری ندارم چون استاد رفت شاگرد پارچه ای را برداشت و به بازار رفت فروخت و با پول آن نانی تهیه کرد به مغازه برگشت و همه ی اصل را خورد. چون استاد برگشت سراغ پارچه را گرفت. شاگرد پاسخ داد. ای استاد مرا نزن تا حقیقت را به تو بگویم. راستش من قافل شدم. دزدی آمد و پارچه را دزدی. من هم از ترس مجازات و تنبیه تو گفتم زهر را بخورم تا وقتی که تو میایی من مرده باشم. تمام زهر را که در کاسه بود خوردم ولی هنوز نمردم. داستان مردم و مازار و درویش روزی مردم مازاری سنگی بر سر سن درویشی زد درویش سنگ را برداشت اما فکر کرد که آن زمان وقت انتقام نیست سنگ را پیش خودش نگه داشت تا زمانی که آن مردم مازار کاری انجام داد که موجب خشم شاه شد شاه او را در چاهی بست درویش آمد و سنگ را بر سرش زد مرد پرسید تو کیستی؟ چرا مرا با این سنگ زدی؟ درویش پاسخ داد من فلان شخص هستم که در فلان روز با این سنگ بر سر من کوفتی مرد گفت پس در این چند روز کجا بودی که حالا تلافی میکنی؟ درویش گفت آن زمان توان تلافی و جبران کارت را نداشتم اما الان که تو را در چاه دیدم فرصت را غنیمت شمردم داستان آتش و هیزم درویشان ظالمی بود که هیزم درویشان را به قیمت اندک می خرید و با قیمت زیاد در بازار میفروخت. فروخت حکیمی نزد او رفت گفت کار تو گناه است بر اهل زمین ظلم نکن تا دعایت به آسمان برود مرد ظالم خشمگین شد و به سخنان و او توجهی نکرد شبی آتشی از آشپزخانهاش درون انبار هیزمش افتاد همه ی املاکش به سوخت و خاکستر شد. اتفاقا حکیم هم از آنجا میگذشت دید مرد با دوستانش میگوید، نمیدانم این آتش از کجا بر خانی من افتاد. حکیم پاسخ داد از دل درویشان. داستان زنون مصری و وزیر یکی از وزرا پیش زنون مصری رفت به او گفت روز و شب به خدمت سلطان مشغولم به خیر و نیکی و امیدوارم و از خشم و ناراحتی او میترسم زنون به گریست و پاسخ داد اگر من خداوند بزرگ را این چونین میپرستیدم که تو سلطان را میپرستی بیشک از راستگویان و بهشتیان بودم داستان فرمان کشتن بیگناه پادشاهی از روی خشم به کشتن بیگناهی فرمان داد آن شخص بیگناه نزد حاکم آمد گفت ای پادشاه به خاطر خشمی که الان داری موجب آزار خودت نشو زیرا این حکم فقط من را در لحظه می آزارد بعد از مرگ به آرامش می رسم اما عذاب این که چرا بیگناهی را کشتی برای تو جاودان می ماند. پادشاه نصیحت او را پذیرفت و از جانش گذشت داستان رأی پادشاه وزیران انوشی در کار مهمی مشورت می کردند. هر کس نظری می پادشاه هم نظر خودش را گفت. وزیر اعظم گفت بهتر به رأی سلطان عمل کنیم. وزیران دیگر گفتند در پیشنهاد ملک چه برتری وجود داشت که رأی ایشان را پسندیدی؟ وزیر اعظم پاسخ داد رای همه شما با شک همراه است که درست باشد یا اشتباه پس من رأی پادشاه را انتخاب کردم که اگر خطا هم باشد به موجب پیشنهاد اشتباه تنبیه نشوم و از خشم او ایمن باشم داستان نیکی به زیر دستان یکی از وزرای شاه بسیار مهربان خوشقلب بود به زیر دستان خود رحم کرد. خیر و صلاح ایشان را میخواست اتفاقا دوزی به خشم ملک گرفتار شد همه برای خلاصی او از تنبیه و مجازات تلاش میکردند آنقدر از خوبی ها و کارآمدیهایش نزد ملک گفتند تا پادشاه از خطایش گذشت حکیمی از این اتفاق آگاه شد گفت وقتی در بزرگی و مقام به زیر دستان خوبی کنی پاداش خوبیت را هم از آنها خواهی گرفت داستان مجازات فوش یکی از فرزندان هارون الرشید پیش پدرش رفت خشمگین گفت این پدر فلان سرهنگ زاده به من توهین کرد هارون رشید به نزدیکانش گفت مجازات چنین شخصی چیست یکی پیشنهاد کشتن او را داد یکی پیشنهاد بریدن زبانش را دیگری به مصادره اموالش هارون گفت ای پسرم بهتران آن است که او را ببخشی و از گناهش بگذری اگر نمیتوانی تو هم به او توهین کن نه آنقدر که از حد بگذرد این گونه عدالت برقرار می شود داستان برادر توانگر و برادر درویش دو برادر زندگی می کردند که یکی از آنها خدمت سلطان را می کرد دیگری نان بازوی خیش را می خورد روزی برادر توانگر نزد برادر درویش رفت. گفت ای برادر چرا خدمت سلطان را نمی کنی تا از مشقت کار کردن راحت باشی؟ پاسخ داد تو چرا کار نمی کنی تا از ذلت خدمت رهایی پیدا کنی؟ مگر نشنیده ای گفتند نان بازوی خود را خوردن و نشستن بهتر از تا با کمربند و شمشیر زرین کمر به خدمت بستن. داستان پسترین قلم وقتی هارون و رشید در جنگ سرزمین مصر را فت کرد گفت و خلاف غرور و تکبر فرعون که خود و سرزمینش را بسیار بالا میدانست، من این کشور را جز به پسترین قلامان نمی بخشم هارون غلامی داشت بسیار زشت و سیاه و نادان به نام خسیب او را نزد خود خواند فهمان روای مصر را به او بخشید میگویند آن غلام سیاه به قدری نادان بود که گروهی از کشاورزان مصر نزد او آمدند گفتند پنبه کاشته بودیم باران بی وقت آمد همه پنبه های ما نابود شد غلام سیاه پاسخ داد خب میخواستید پش بکارید داستان اسکندر فاتح از اسکندر رومی پرسیدند سرزمین های مشرق و مغرب را چگونه گرفتی؟ زیرا پادشاهان قبلی تعداد لشکریان و خزائن و عمر و مالشان بسیار بیشتر از تو بود. اسکندر پاسخ داد هر کشوری را که فتح کردم کشاورزانش را نیازردم و از پادشاهانش به جز خوبی یاد نکردم. داستان ظاهر و باطن آبد به شخصی گفتند نظرت راجب فلان آبد چیست که پشت سرش حرفای زیادی میزنند پاسخ داد در ظاهرش که عیبی نمی بینم از باطنش هم غیب نمی دانم. داستان دزد و مرد پارسا دزدی به خانه مرد با ایمانی رفت هرچه جستجو کرد چیزی پیدا نکرد دلش گرفت مرد پارسا متوجه آمدنش شد گلیمیرا که روی آن خوابیده بود را در مسیر او قرار داد تا ناامید از آنجا نرود داستان زاهد ریاکار زاهدی مهمان پادشاه شد وقتی زمان خوردن غذا رسید کمتر از مقداری خورد که همیشه میخورد وقتی برای نماز آماده شدند از همیشه نمازش را طولانی تر کرد تا توجه حاکم را جلب کند وقتی به خانش برگشت به همسرش گفت گرس نه برایم غذا بیاور زاهد پسر باهوشی داشت از پدر پرسید ای پدر مگر در مجلس سلطان غذا نخوردی پدر گفت آری اما کمتر از همیشه خوردم تا نظر سلطان را جلب کنم پسر گفت پس نمازت را هم غذا کن زیرا آنطور نخواندی که به کار آید داستان زیارت خانه خدا شبی در بیابان مکه در راه زیارت خانه خدا بودم بسیار خسته شدم که پای رفتنم نماند روی زمین نشستم به رئیس قافله گفتم من دیگر نمیتوانم میخواهم استراحت کنم ساربان گفت ای برادر حرم در روبرو است و حرامی در پشت سر اگر خفتی خواهی مرد و اگر رفتی خواهی برد داستان شکر مصیبت مرد با ایمانی را دیدم که زخمی بزرگ داشت و در کنار دریا نشسته بود و مدام شکر خداوند را می گفت متعجب شدم از او پرسیدم برای چه شکر می گویی؟ پاسخ داد شکر می گویم که به مصیبت گرفتار شدم نه به معصیت داستان یاد پادشاه یا خداوند پادشاهی حکیمی را دید از او پرسید آیا به فکر ما هستی و یادی از ما می مرد پارسا پاسخ داد بله زمانی که خداوند را فراموش کنم داستان دروغ مسلحت آمیز به هز راست در یکی از جنگ ها ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را ادام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد شاه را مورد سرزنش و دشنام قرار داد که گفتند هر کس که دست از جان بشوید هر چه در دلش باشد بگوید شاه از وزیران حاضر پرسید این اسیر چه میگوید یکی از وزیران پاک نهاد گفت این آیه را میخواند پرهیزکاران آنها هستند که هنگام خشم خشم خود را فرو برند و از لرزش مردم درگذرند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. ولی یکی از وزیرانی که مخالف او بود و سرشتی ناپاک داشت نزد شاه رفت. گفت نباید دولت مردانی چون ما نزد شاه دروغ بگوید. آن مرد به شاه بدگویی می کرد و او را دشنام می داد. شاه از سخنان وزیر زشت خوی خشمگین شد. گفت دروغ وزیر برای من پسندیده تر از راستگوی تو بود زیرا دروغ او از روی مسلحت بود و تو از باطن پلیدت برخواست چنان که خردمندان گفتند دروغ مسلحت آمیز به از راست فتنه انگیز داستان پادشاه بهشتی و پارسای جهنمی یکی از سالهان در خواب دید که پادشاهی در بهشت است و پارسایی در جهنم پرسید دلیل بهشت رفتن شاه و جهنم رفتن مرد پارسا چیست که مردم برخلاف این فکر کنند ندایی آمد که این پادشاه به خاطر دوستی با پارسایان به بهشت رفت و آن پارسا به خاطر نزدیکی به شاه به جهنم رفت داستان کوتاه خردمند بهتر از نادان بلند قد پادشاهی چند پسر داشت ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بد ویافه بود دیگران همه قد بلند و زیبارویی بودند شاه با او به نظر نفرت و خار مینگریست نگریست با چنان نگاهش او را تحقیر میکرد. آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او مینگرد به پدر رو کرد و گفت ای پدر کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است چون که گوسفند پاکیزه است ولی فیل مردار بو گرفته می باشد شاه از سخن پسرش خندید بزرگان دولت سخن او را پسندیدند ولی برادران او رنجیده خاطر شدند اتفاقا در آن ایام سپاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه فرا رسید. نخستین کسی که از سپاه شاه قهرمانانه به قلب لشکر دشمن زد همین پسر کوتاه و بدقیافه بود که با شجاعتی عالی چند نفر از سران دشمن را بر خاک هلاک افکند سپس نزد پدر آمد بعد از احترام نزد پدر ایستاد و گفت ای پدر درشتی را هنر نپندار که در میدان جنگ اسبی لاغر بیشتر به کار آید تا گاوی پرورده افراد سپاه دشمن بسیار بودند ولی افراد سپاه پادشاه اندک هنگام شدت درگیری گروهی از سپاه پادشاه پا به فرار گذاشتند همان پسر قد کوتاه خطا به آنان نعره زد که آهای مردان یا برای پیروزی بکوشید یا لباس زنان را بپوشید همین نری از دلبر خواسته ای او سواران را قوت بخشید دل به دریا زدند و همه با هم بر دشمن حمله کردند دشمن بر اثر حمله قهرمانانه آنها شکست خورد شاه سر و چشمان همان پسر را بوسید او را از نزدیکان خود نمود هر روز با نظر بلند و با احترام خاص به او مینگریست سرانجام او را ولی احت خود کرد برادران نسبت به او حسد ورزیدند زهر در غذایش ریختند تا به او بخورانند و او را بکشند خواهر آنها از پشت دریچه زهر ریختن آنها را دید دریچه را محکم بر هم زد پسر قد کوتاه با هوشیاری مخصوصی که داشت جریان را فهمید بیدرنگ دست از غذا کشید و گفت محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران بمانند و جای آنها را بگیرند پدر از ماجرا با خبر شد پسرانش را تنبیه کرد هر کدام از آنها را به یکی از گوشه های کشورش فرستاد. بخشی از اموالش را به آنها داد و آنها را از مرکز دور نمود تا آتش فتنه خاموش گردید و نزا و دشمنی از میان رفت داستان گزند حسودان سرهنگی پسری داشت که در کاخ برادر سلطان مشغول خدمت بود. با او ملاقات کردم. دیدم هوش و عقل نیرومند و سرشاری دارد. در همان زمان خورت سالی آثار بزرگی در چهرش دیده می شود. این پسر هوشمند مورد توجه سلطان قرار گرفت. زیرا دارای جمال و کمال بود. مقام او در نزد شاه موجب شد آشنایان و اطرافیان نسبت به او حسادت ورزیدند او را به خیانت کاری تهمت زدند در کشتن او تلاش بیفایده نمودند ولی آنجا که یار مهربان است سخنچینی دشمن چه اثری دارد شاه از سرهنگزاده پرسید چرا با تو این همه دشمنی می کنند؟ سرهنگزاده گفت زیرا من در سایه دولت تو همه را خوشنود کردم مگر حسودان را که راضی نمی شوند. مگر اینکه نعمتی که در من است نابود گردد بنابراین نباید از گزند حسودان حراس داشت زیرا اگر شب پره لیاقت دیدار خورشید ندارد از رونق بازار خورشید کاسته نخواهد شد داستان پادشاه ظالم و تسلط دشمن پادشاهی نسبت به ملت خود ظلم میکرد دست چپاول بر مال و ثروت آنها دراز کرده آنچنان با آنان ستم نموده که آنها به سطوح آمدند گروه گروه از کشورشان به جای دیگر هجرت کردند غربت را بر حضور در کشور خود ترجیح دادند همین موضوع موجب شد که از جمعیت بسیار کاسته شد محصولات کشاورزی کم شد به دنبال آن مالیات دولتی اندک اقتصاد کشور فلج و خزانه مملکت خالی گردید ضعف دولت او موجب جرأت دشمن شد دشمن از فرصت بهره گرفت تصمیم گرفت کشور حمله کند و با زور وارد مملکت شود در مجلس شاه چند نفر از خیرخواهان صفحه ای از شاه فردوسی را برای شاه خواندند. در آن آمده بود تاج و تخت زحاک پادشاه ویرانگر به دست فریدون و با قیام کاوه آهنگر واژگون شد تو نیز اگر همانند زحاک باشی نابود می شوی. وزیر شاه از شاه پرسید آیا می دانی که فریدون با اینکه مال و حشم نداشت چگونه اختیاردار کشور گردید؟ شاه گفت چونان که از شاهنامه شنیدم جمعیتی متعصب دور او را گرفتند او را تقویت کرده و در نتیجه او به پادشاهی رسید وزیر گفت ای شاه اکنون که گرد آمدن جمعیت موجب پادشاهی است چرا مردم را پریشان می کنی؟ مگر قصد ادامه پادشاهی را در سر نداری؟ شاه گفت چه چیز باعث گرد آمدن مردم است؟ وزیر گفت دو چیز کلم و بخشش تا به گرد او آیند رحمت و محبت تا مردم در پناه او ایمن گردند ولی تو هیچ که از این دو خصلت را نداری. شاه از نصیحت وزیر خشمگین و ناراحت شد او را زندانی کرد طولی نکشید پسر اموهای شاه از فرصت استفاده کرده خود را صاحب سلطنت خواندند و با شاه جنگیدند مردم که دل پری از شاه داشتند به کمک پسر اموهای او شتافتند آنها تقویت شدند و به راحتی تخت و تاج شاه را واژگون کرده خود به جای او نشستند داستان همنشینی با مادر زن شخصی با زن زیبارویی ازدواج کرد بعد از مدتی زنش درگذشت مادر زنش که به غیر از داماد کسی را نداشت در خانه او ماند مرد از همنشینی با مادر زنش بسیار ناراحت بود روزی چند تن از دوستان مرد به خانهاش آمدند یکی از دوستانش از او پرسید ای دوست عزیز از زندگیت راضی هستی؟ مرد پاسخ داد ندیدن زنم برای من قدر عذاب آور نیست که دیدن مادر زنم عذابم می دهد. داستان حسرت مال و دارایی در ویشی در کاروانی که به سمت حجاز می رفت همسفر ما بود. یکی از ثروتمندان عرب به او صد دینار بخشید. اندکی بعد دو به کاروان زدند و همه چیز را بردند. همه بازرگانان شروع به گریه و زاری کردند به جز درویش ساله که آرام بر سر جای خود نشسته بود غمی در چهرش نبود نزد او آمدم گفتم مگر مال تو را نبردم که این گونه بی پاسخ داد آری ولی من علفتی با آن مال و دارایی نداشتم که با دور شدن از آن حسرت بخورم داستان لیلی و مجنون یکی از پادشاهان عرب داستان لیلی و مجنون را شنید که مجنون چنان شیفته لیلی است که از غم نداشتن او مردم را ترک کرده و سر به بیابان گذاشته دستور داد تا مجنون را نزد او بیاورند وقتی او را دید شروع به نصیحت کردنش نمود گفت چگونه نفس خود را پایمال کردی راه بیابان را در پیش گرفتی و از مردمت دور شدی مجنون پاسخ داد وقتی تو لیلی را ندیده ای چگونه من را ملامت می کنی که از عشق او سر به بیابان گذاشتم پادشاه با خود فکر کرد حتما چهره لیلی بسیار زیبا و دلنشین است که این چنین مجنون را شیفته خود ساخته پس دست داد تا به دنبال لیلی بروند و او را نزد شاه بیاورند ماموران به دنبال لیلی رفتند اندکی بعد او در مقابل شاه ایستاده بود پادشاه به چهره او نگاه کرد شخصی را دید سیاه چهره و لاغرندام در نظرش حقیر آمد با خود گفت کمترین خدمتکاران من در زیبایی از او پیشی گرفتند مجنون که از چهره پادشاه فکرش را فهمیده بود رو به او گفت ای پادشاه از چشمهای مجنون باید چهره لیلی را ببینی تا راز زیبایی او بر تو آشکار شود داستان پادشاه توقیانگر و نافرمانی سپاهیان یکی از شاهان پیشین در نگهداری کشور سستی میکرد بر سپاهیان سخت میگرفت آنانا در تنگ دستی رها میکرد تا اینکه دشمن قوی و توقیانگری به آن کشور حمله کرد شاه به دست و پا افتاد سپاهیان خود را به جلوگیری از دشمن فراخواند ولی آنها پشت کردند و از اطاعت فرمان شاه خارج شدند یکی از آن سپاهیان که نافرمانی از شاه نموده بود با من سابقه دوستی داشت او را سرزنش کردم گفتم از فرومایگی و حق نشناسی است که انسان به خاطر رنجش کم زمان اتفاق از فرمان پادشاهش سرپیچی کند او در جواب گفت حقیقت این است که اسبم گندم نداشت با اسب گرسنه نمیتوان جنگید زین آن را هم برای خرج زندگی فروخته بودم با اسبی که گرس است و زین ندارد می توان به جنگ رفت؟ وقتی پادشاه خرج و مخارج ما را تعمین نکند ما هم نمی رسم جوانمردی را انجام دهیم داستان ملازمت سیاه گوش با شیر از سیاه گوش پرسیدند چرا همیشه با شیر ملازمت می در پاسخ گفت تا از باقی ماندی شکارش بخورم و در کنار او از آسیب دشمنانم در امان باشم به او گفتند اکنون که زیر سایه شیر هستی و از الطاف او سپاس گذاری چرا به نزد او نمی روی تا تو را از نزدیکان و یاران خود قرار دهد سیاه گوش پاسخ داد هنوز خود را از حملش ایمن نمی بینم داستان عدیب و پسر پادشاه پادشاهی پسری را به عدیبی داد گفت این را مالند فرزند خودت بدن همان گونه که فرزندانت را تربیت کردی او را هم تربیت کن عدیب قبول کرد چند سال با آموزش پسر شاه مشغول شد اما اثری در او نداشت بعد از سالها پسران عدیب بسیار فرهیخته و با کمالات شدند اما پسر شاه نه پادشاه ادیب را معاخذه کرد که در تربیت پسران خودت کوشیدی اما برای پسر من تلاشی نکردی ادیب پاسخ داد خداوند میداند که تلاشم برای هر دو یکی است اما طبع آنها با هم تفاوت دارد داستان عاقبت پسر درویش همسر درویشی حامله بود درویش فرزندی نداشت تولد اولین فرزندش نزدیک بود او از خداوند درخواست کرد خداوندا اگر به من فرزند پسری عطا کنی هر چه که دارم جز لباس تنم به نیازمندان میبخشم از غذا فرزند او به دنیا آمد و پسر بود بعد از سالها که از سفر شام باز میگشتم سراغ درویش را گرفتم گفتند زندان است پرسیدم چگونه؟ گفتند پسرش در حالت غیرعادی شخصی را کشته و فرار کرده. به همین دلیل پدرش را زندانی کردند. گفتم به راستی که این بلا به خاطر حاجتی بود که در آن زمان از خداوند درخواست کرد. داستان چشمدرد و دامپزشک. مردی چشم درد گرفت. پیش دامپزشک رفت. از او خواست چشمدردش را درمان کند. دام پزشک دوایی را که در چشم حیوانات میریخت در چشم او ریخت و مرد کور شد مرد خشمگین شد شکایت دام را نزد قاضی بود. قاضی گفت او هیچ تاوانی در برابر تو ندارد اگر تو خر نبودی پیش دام پزشک نمیرفتی داستان سنگ قبر پدر شاهزاده ای را دیدم که بر سر قبر پدر خود نشسته و با فرزند درویشی بحث می کند. می گوید سنگ قبر پدر من بسیار سنگین و زیباست. قالیچه ای که روی آن پهن شده بسیار گرانبها ها. سنگ های فیروزه بر روی مزار او به کار رفته است. اما مزار پدر تو را فقط دو سنگ بی ارزش و مقداری خاک پوشانده. پسر درویش پاسخ داد تا پدرت زیران سنگ گران بر خود به جنبت پدر من به بهشت رسیده داستان ضعف و پیری میهمان پیری شدم در دیار بیک که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی شبیه حکایت کرد که مرا به عمر خیش به جز این فرزند نبوده درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند شبهای دراز در آن پای درخت به حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است شنیدم که پسر با رفیقان آهسته می گفت چه بودی اگر من آن درخت را می دانستم کجاست تا دعا کردم و پدرم مرد خاجه شادی کنن که پسرم عاقل است و پسر تعنه زنان که پدرم فرتود داستان دو شاهزاده در کشور مصر دو شاهزاده زندگی می کردند. یکی از آنها به دنبال تحصیل علم و دانش رفت و شاهزاده دیگر مال و ثروت جمع کرد. در نهایت یکی از آنها بزرگترین دانشمند زمان خودش و دومی ثروتمندترین آدم در مصر شد. برادر ثروتمند به برادر دانشمند گفت من پادشاه شدم اما تو هنوز فقیر هستی. برادر دانشمند گفت من باید خدا را شکر کنم زیرا علم به دست آوردم علم از پیامبران به جامانده است اما تو ثروت و پادشاهی پیدا کردی که میراس انسانهای بعد مثل فرعون و هامان است داستان استاد زیرک و شاگرد مقرور یکی از معلمان کشتی شاگردی با استعداد داشت به او 365 و و فن از فیون کشتیگری را یاد داد هنگامی که استاد پیر شد شاگرد گفت شهرت استادم بیجاست من به راحتی میتوانم توانم او را شکست دهم این سخن به گوش پادشاه رسید دستور داد این دو پهلوان کشتی بگیرند استاد پیر به کمک فن 366 و و بر شاگرد نیرومند خود پیروز شد در پاسخ به گره او که چرا تمام فنون را به وی نیامخته است گفت آنقدر نادان نبودم که به یاد روزهای پیری خود نباشم شاه از عاقبت اندیشی استاد پیر خوشش آمد به او لباس ارزشمندی بخشید نتیجه ای که شاعر از این حکایت میگیرد این است که هیچ کس نباید آخرین شگرد را به شاگردانش بیاموزد داستان شاعر و رئیس دزدان یکی از شاعران پیش رئیس دزدان رفت شعری برای او خواند رئیس دزدان دستور داد تا لباس او را از تنش در بیاورند و از روستا بیرونش کنند مرد بیچاره به در سرما میرفت در همین حال سگها در راه از پشت او آمدند به او حمله کردند مرد میخواست سنگی را از روی زمین بردارد و سگها را از خودش دور کند زمین یخ زده بود و سنگ ها به خاک چسبیده بودند. مرد نتوانست سنگ بردارد. مرد که خیلی ناراحت شده بود گفت اینها چه انسان های بدی هستند که سگ ها را باز گذاشتند و سنگ ها را بستند. رئیس دزدان از جایگاهش این حرف را شنید و خندید. گفت ای مرد دانا از من چیزی درخواست کن تا به تو بدهم. مرد در جواب گفت من از تو چیزی نمیخوام. به اینکه خیلی از تو برسد امیدی ندارم فقط لطف کن و لباس خودم را به من برگردان رئیس دزدان دلش برای شاعر سوخت لباسش را پس داد یکی لباس گرم و مقداری پول هم به او داد داستان پای بدون کفش هیچ وقت از بدی اوضاع خودم و سختی های زندگی نال و شکایت نمی کردم. به جز وقتی که پایم به مانده بود و پول نداشتم که کفش بخرم. دلتنگ و ناراحت به مسجد جامع شهر کوفه رفتم. یک نفر را آنجا دیدم که پا نداشت. خدا را شکر کردم. دیگر از بی کفش بودن ناله و شکایتی نکردم. داستان پول به جانش افتاده مردی بود که از خسیسی لنگه نداشت در وسط او پول بود ولی اهل خرج کردن نبود به خودش و خانواده سختی میداد ولی حاضر نبود از پولهایش برای آنها خرج کند یک کاسه ماست می خرید به زنش می گفت مراقب باش زود تمام نشود این ماست برای یک ماه است. وقتی هم تمام شد توی کاسش آب بزن یک تنگ دوغ درست کن که بچه ها بخورند هی hey, نگویند بابایمان خسیس است چیزی نمیدهد بخوریم بعضی وقتها هم ول خرجی میکرد و مهمانی میداد ولی به چه جان کندنی به زنش میگفت سال دیگر شب عید مهمان داریم این جوجه مرغ را برای آن موقع خریدم حسابی بهش برس آب و دانه بهش بده و چاق و چلهش کن گاهی هم بگذار برود قاطی مرغ و خورس های همسایه چون مرغمان باید بتواند تخم هم بگذارد وقتی تخم گذاشت یک روز در میان برای من تخم مرغ درست کن بقیه تخم ها را هم ببر بازار بفروش و با پولش نان و پنیر و نخود و لوبیا و آلو بخر ولی ول خرجی نکن که من مریض نشوم چون اگر مریض و نخوش بشوم هر چه پول داریم باید خرج حکیم و دارو بکنیم بله داشتم میگفتم بعد از یک سال شب عید مرغمان را سر به برو بپز که هم خودمان و هم مهمانمان دلی از عزا در بیاوریم البته سعی کن دست زیاد خوب نشود که مهمانها زیادی نخورند چیزی هم بماند برای روزها و وعده های بعد زن نگاهی به جوجه لاغر و مردنی میکرد در دل میگفت ای خدا چرا شوهری دست و دل باز به من ندادی؟ این مرد خسیز چنگیز نام داشت اما مردم شهر و محله او را چنگیز چکه صدا می کردند علتش هم این بود که می گفتند از بس خسیس است آب از دستش چکه نمی کند روی زمین چنگیز پنج پسر و دختر داشت کوچکترین آنها حمید بود که ده سال شاهد اخلاق و کارهای پدرش بود روزی حمید سخت بیمار شد طوری که چند روز توی رخت خواب ماند و نتوانست از زیر لحاف بیرون بیاید او تب و لرز داشت و همه جای بدنش درد میکرد روزی مادر حمید یقه شوهرش را گرفت گفت مرد تو نمیخواهی فکری به حال پسرمان کنی او خیلی حالش بد است چنگیز گفت چه کار کنم مگر من حکیم هستم این بچه از بس پرخوری کرده به این روز افتاده چقدر گفتم رایت حال مرا بکنید؟ چقدر گفتم در خوردن زیاده روی نکنید؟ زن که از حرفای شوهرش خندش گرفته بود گفت خجالت بکش مرد کدام پرخوری؟ کدام زیاده روی؟ آب از دست تو چکه می که چیزی به این زبان بسته ها برسد؟ چنگیز گفت من نمیدانم خودت از هر کاری که می توانی بکن زن گفت من هر کاری از دستم بر می آمد کردم تو مرد این خانه میدانی اگر این بچه از دستمان برود چقدر باید خرج گریهاش گرفت نتوانست حرفش را ادامه دهد جمله آخر زن بعد جوری چنگیز را در فکر فرو برد اگر این بچه از دستمان برود چقدر باید خرج با همین فکر از خانه بیرون رفت قدم به کوچه گذاشت الیاس یکی از همسایه ها او را دید حالش را پرسید چنگیز در جواب گفت کمی آشفتم و حالم خوش نیست الیاس نگاهی به چهرهش انداخت گفت چه شده اتفاقی افتاده؟ چنگیز گفت پسر کوچکم حمید از بس پرخوری کرده و حله حوله توی شکمش ریخته در بستن بیماری افتاده حالش خیلی خراب است میترسم بمیرد گریش گرفت الیاس ناراحت شد او را دلداری داد گفت قصه نخور هرچه خدا بخواهد همان میشود مرد که نباید خود را در برابر مشکلات ببازد و گریه کند باید به فکر چاره باشی چنگیز گفت چه کار کنم الیاس گفت آیا حکیم و طبیب برایش برده ای؟ چنگیز کمی فکر کرد جرأت نکرد حقیقت را بگوید مراقبت های مادر حمید را پای تباوت گذاشت گفت بله بهترین حکیم مراقب اوست الیاس گفت خب بهتر شده یا بدتر چنگیز با صدایی لرزان گفت هیچ فایده ای نداشت الیاس هیچ فایده ای نداشت الهی من بمیرم و ناخوشی کسی را نبینم الیاس با ناباوری به چنگیز خیره شد گفت بسیار خب تو سعی و تلاشت را کرده ای دیگر باید او را به خدا با گذار کنی فقط دو کار از دستت برمی آید یا برایش در خانه ختم قرآن برگزار کن یا گوسفندی قربانی کن چنگیز چند لحظه به فکر فرو رفت انگار می بایست سخت تصمیم زندگیش را می گفت. در حالی که دستمالش را در جیبش می گفت به نظرم قرآن خواندن در خانه بهتر است. چه کسی می برود صحرا گله گوسفند پیدا کند. گوسفندی بگیرد و به اینجا بیاورد. الیاس لبخندی زد و سری تکان داد. گویی انتظار همین حرف را از آن مرد خصیص داشت. دستی بر شانه او زد و گفت البته شاید به این خاطر میگویی ختم قرآن بهتر است که قرآن بر سر زبان است و پول به جانت چسبیده بعد در حالی که از آنجا دور می شد زمزمه کرد بعضی از آدم ها موقع گرفتاری اگر بخواهند پول بدهند مثل خر توی گل گیر می کند. ولی اگر بخواهند دعا بخوانند حاضرن هزار بار بخوانند چون این کار هیچ خرجی ندارد داستان مبارکتان باشد هرچه بود گذشت و دیگر برنگشت اما گاهی که به آن فکر میکنم خندهام میگیرد به آن سفر به آن جوان که اسمش اسعد بود به آن روز که خدا به ما رحم کرد دوست دارید داستانش را بشنوید پس گوش کنید من جهانگرد نیستم اما اهل سفرم و همیشه از این شهر به آن شهر میروم در طول عمرم به جاهای زیادی رفتم و آدمهای زیادی دیدم در راه با خطرهای زیادی روبرو شدم. بدترین چیز برای مسافرانی که جده های کوهستانی و بیابانی را با شطر یا قاطر طی می کنند راه زنها هستند. آنها بیره هستند. گاهی وقتها دنبال مال و ثروت مسافرها هستند و گاهی آنها را می کشند. در یکی از سفرهایم و در ابتدای راه با اسعد آشنا شدم. از برای اینکه دیگران او را بهتر بشناسند با صدایی شبیه رد قرید و, و گفت من پهلوانی شجاع و بیباکم هیچ فیلی قدرت بازوی مرا ندارد هیچ شیری زورش به من نمیرسد همه به او آفرین گفتند و به و چه چه کردند از عد قد بلندی داشت بازوانی کلفت و پرتوان به نظر می به تنهایی صد نفر را حریف است از همه مهمتر به کمرش شمشیر بزرگی بسته و تیر و کمانی هم به شانه آویخته بود خوشحال شدم که چنین هم سفری دارم اینطور آدم ها مایی دلگرمی هستند انسان در کنارشان احساس امنیت می کند من که همه جا قدم به قدم و سایه به سایهش می رفتم به او گفتم این همه جنگجویی را از کجا یاد گرفته ای؟ گفت پدرم یکی از خانهای بزرگ است هزاران قطع زمین و باغ و چند آبادی دارد تا به حال هرچه میخواستم به من داده است گفتم به به چه خوب حتما همیشه با خیال راحت سفر میکنی دستی به ریش و سبیل انبوهش کشید گفت سفر؟ نه اولین بار است که سفر میکنم من همیشه ناز پروردی پدر و عزیز دردانی مادر هم بودم گفتم با این سلاحایی که داری حتما در جنگ های زیادی شرکت کرده ای. دستی به شمشیرش کشید آن را جلوی نور طلای خورشید گرفت گفت جنگ نه من تا به حال نه جنگیدم نه جنگی را از نزدیک دیدم با خودم فکر کردم عزیز دودانی مادر و ناس پروردی پدری که تا به حال نه صدای شیپور جنگ شنیده نه برق شمشیر رزمنده ها را دیده به چه دردی میخورد؟ با این همه من و او همگام راه میرفتیم از هر دری سخن میگفتیم البته من بیشتر ساکت بودم و او حرف میزد توی راه هر جا دیوار ای میدید آن را در هم شکست و خورد میکرد هر جا درختی خشک شده میدید با ضربه شمشیرش تکه تکهش میکرد بعد شمشیرش را در هوا تکان میداد و میگفت من قوی ترین پهلبان روی زمینم هیچ فیلی قدرت بازوی مرا ندارد و هیچ شیری حریف من نمی شود. راه طولانی بود. کاروان کم کم خسته می شود. نزدیک غروب بود که به کوه پایه رسیدیم. تصمیم داشتیم تا وقتی که خورشید در آسمان است برویم و شب استراحت کنیم. ناگهان دو راهزن از پشت تخت سنگ بیرون پریدند و جلوی من سبز شدند. در دست راه زنها چوب و چماق بود. صورتهایشان را بسته بودند یکی از راه زنها با صدای نخراشیده گفت زود باشید اشیاء قیمتیتان را بدهید همه نگاه ها چرخی طرف اسعد گفته بود از فیل پرزورتر و از شیر دلیرتر است آهسته به او گفتم زود باش پهلوان حسابشان را برس نابودشان کن اما دیدم آن بیچاره مثل درختی در باد می لرزد و رنگش زرد شده آهسته گفتم همه امید ما به توست شمشیر و تیر و کمانت را بیرون بکش خودت را نشان بده مثل بیب می لرزید دستهایش انقدر سوست شده بود که شمشیر را رها کرد تیر و کمانت شانهش افتاد آهی کشیدم به این ناز پرورده پدر آفرین گفتم همانجا بود که فهمیدم داشتن تیر و کمان و شمشیر کسی را رزمنده نمی کند. فهمیدم جنگاوری به چیز دیگری است جای شما خالی هرچه داشتیم به دوست ها تقدیم کردیم و جان سالم به در بردیم داستان همسایه فضول هرچه بود گذشت ولی برای شما هم میگویم ارزش شنیدن دارد در نزدیکی خانه ما زنی زندگی میکرد که خیلی فضول بود فضول هم که میدانه جایی اینکه سرش به کار خودش باشد حواسش به کار دیگران است همش دنبال این بود که از کار دیگران سر در بیاورد او از همه کارهای ریز و درشتی که همسایه ها انجام میدادند خبر داشت شاید باورتان نشود حتی از کارهایی که میخواستند انجام بدهند یا حتی در فکر انجام دادنش بودند هم خبر داشت خبرداری دختر مشدی مراد قرار است عروسی کند؟ خبرداری کوکب خانم امروز برای نهار آبگوشت بزباش پخته؟ خبرداری دندان عقل ناصرخان درد گرفته و باید آن را بکشد؟ من که از وجود چنین آدم مزاحمی خسته شده بودم احساس می کردم هر جا می روام، یک جوف چشم دنبالم می آید. زن و فرزندانم هم از این همسایی فضول به تنگ آمده بودند شاید دیگران به کارهای او عادت داشتند اما من نمی توانستم سرانجام تصمیم گرفتم از آن محله کوچ کنم به محله دیگری بروم هر طوری بود خانم را فروختم و دنبال خانی جدیدی گشتم. روزی همسرم را برای دیدن خانی جدید بردم. او هم خانه را پسندید. وقتی به کوچه برگشتیم همسرم گفت چطور است از همسایه ها درباره خانه سوالی بکنیم؟ گفتم مطمئن باش که خوب است. از این بهتر پیدا نمی شود. در همین موقع پنجره روبروی باز شد. زنی سرش را بیرون آورد و گفت شما می خواهید این خانه را بخرید؟ گفتم بله اگر خدا بخواهد. گفت پناه بر خدا چرا خدا نخواهد؟ خدا حتما می خواهد. اصلا چرا خدا نخواهد؟ مهم این است که شما بپسندید. بقیهش جور می شود. من سالهاست در این محله خانه دارم. همه اهل محل را می شناسم. همه ی خانه های این محل را هم می شناسم. میدانم کدام خانه با چه چیزی ساخته شده و چقدر عم دارد میدانم چقدر طول و چقدر عرض و چند اتاق دارد به نظر من در خرید این خانه اصلا شک نکنید که هیچ عیب و ایرادی ندارد من و همسرم اول نگاهی به هم کردیم و بعد نظری به او انداختیم او گفت چرا اینطور نگاه هم کنید؟ من که گفتم این خانه هیچ ایرادی ندارد گفتم بله این خانه هیچ عیبی ندارد جز اینکه ای مثل تو دارد گفت پناه بر خدا مگر من رو میخواهید بخرید خانه را می بخرید. ما راه من را کچ کردیم. در حالی که از او دور می شدیم به همسرم گفتم. خانه ای که چنین همسایه ای دارد ده در هم بیشتر نمی ارزد. ولی می شود امیدوار بود که بعد از مرگ این همسایه بیشتر از هزار در هم بی او خندید و سرش را تکان داد. داستان اندوه من و دشمن من بشنوید از بازرگانی که هزار دینار ضرر کرد بشنوید از بازرگانی که هزار دینار ضرر کرد روزی و روزگاری در شهر سبزوار مرد بازرگانی زندگی می کرد نام او فیروز بود فیروز مرد شریف و درست کاری بود همه او را می شناختند او از راه خرید و فروش زعفران و پارچه کاسبی می کرد. یعنی زعفران ایران را به کشور هند می برد و از آنجا پارچه های زیبا و گران قیمت می آورد. در بازار شهر همه او را می شناختند. بعضی ها حسرت زندگی و کاسبیش را می خوردند. او پسری داشت به نام محمد که در تجارت به او کمک می کرد. محمد خیال داشت جای پدر را بگیرد و در بازار برای خودش کسی بشود. روزی پدر به او گفت هر کاری برای خودش رمز و رموزی دارد. اگر می خواهی موفق شوی باید این رمزها را یاد بگیری. محمد گفت پدر جان آخر کار شما که ساده است از این دست چیزی میخری و از آن دست میفروشی فیروز گفت نه اینطور هم که فکر میکنی نیست خودت کم کم متوجه خواهی شد گذشت و گذشت تا اینکه چند ماه بعد بازرگان ضرر زیادی کرد او خبر نداشت که ها به انبارش راه پیدا کردند خبر نداشت که موشهای موزی شب و روز در حال جویدن کالاهایش هستند بازرگان وقتی دید که تاقه های پارچه جویده شدند خیلی ناراحت شد دو دستی بر سرش کوبید و پسرش را صدا زد محمد هم از دیدن آن همه خسارت غصه خورد در حالی که به تاقه های جویده شده نگاه می کرد گفت پناه بر خدا چند موش سفید ما را به خاک سیاه نشاندند فیروز گفت بله این است بازی روزگار گاهی از جایی که فکرش را هم نمی کنی ضربه می خوری. حالا بگو ببینم از این اتفاق چه درسی گرفتی؟ محمد گفت درسم این بود که مراقب موش باشم که جنس های من را نخورند فیروز گفت خب این درست ولی در این اتفاق درس مهمتری هم هست محمد گفت چه درسی؟ فیروز در انبار را بست آهسته گفت درس مهمتر این است که هیچ کس از این موضوع بویی نبرد محمد گفت چرا؟ چرا کسی نباید در این باره چیزی بفهمد؟ فیروز گفت برای اینکه ناراحتیمان دوتا نشود اول ضرر مالی و دوم حرف های سرزن شامیز مردم محمد سرش را تکان داد گفت عجب بازرگان گفت آری پسرم هرگز از ناراحتی و اندوه خود با دشمنان حرف نزن چون باعث خوشحالیشان می شوی. هرچند در ظاهر خود را ناراحت نشان بدهند داستان بازی نه این است در شهر اهواز مردی شعبد باز و گیر بود خانه او با خانه همه فرق داشت او که سیروس نام داشت خانهاش را از نیهای نیزار ساخته بود روزی هنگام نمایش و معرک گیری سیروس متوجه شد که مردم از کارهای او خسته شدند دیگر نمایش های او تماشاچی ندارد همه دیده بودند چطور زنجیر آهنی به دور بازو میبندد و آن را پاره میکند بارها دیده بودند که چطور یک سنگ دهمنی را با دندان از زمین بلند می کند. دیده بودند چطور ده تک سنگ را با یک ضربه دست میشکند و خرد می کند. او تصمیم گرفت کار تازه ای انجام دهد کاری که سالها پیش در کشور هندوستان دیده بود او دیده بود که مرک گیرهای هندی بازیهای زیبایی با آتش می کنند. دیده بود چگونه از میان حلقه های آتش می پرند. دیده بود چند مشعل آتشین را همزمان به هوا میاندازند و می گیرند و می چرخانند. بازی با آتش آن هم در شب می توانست مردم زیادی را به هیجان بیاورد. با این نمایش جدید می توانست به شهرهای اطراف هم برود و پول زیادی به دست بیاورد. پس شروع کرد به تمرین. سیروس هر روز توی خانهش بازی با آتش را تمرین میکرد. خیلی سخت بود. اما او میدانست که هر کار سختی با تمرین و پیگیری آسان میشود. یک هفته از تمرین او گذشته بود و او کم کم در این کار ماهر میشد. روزی حکیمی که یکی از دانشمندان شهر بود او را در حال تمرین دید. پیش او رفت و گفت میخواهم به تو نصیحتی بکنم. سیروس دست از کار کشید گفت میشنوم بگو حکیم اشاره ای به خانه او که از نی و چوب ساخته شده بود کرد گفت تو را که خانه نی است بازی نی است سیروس با صدای بلند خندید دستی به بازی او زد و گفت خیالت راحت پیر مد خانه هم از نی و چوب است ولی من هنرمندی ماهرم و این یعنی همه چیز پس خیالت راحت باشد حکیم گفت به هر حال وظیفه من گفتن بود به افتاد سیروس در جواب گفت وظیفه من هم نشنفتن آه آه خندید مشعلها را به هوا انداخت و یکی بعد از دیگری هیچ هر خند. اما بشنوید از بازی روزگار فردا آن روز سیروس در حیات خانی چوبیش سرگرم آتش بازی بود ناگهان باد تندی وزید شدت باد آنقدر زیاد بود که یکی از مشعلها را بر روی سقف خانی او انداخت تا سیروس به خود بیاید بعد مشعل دیگری را به یکی از دیوارهای خانه کوباند ناگاه آتش همه جا را گرفت نیهای خشک گرمای آتش را به خود می کشیدن و شعله ور می شدند در یک چشم بر هم زدن خانه سیروز در میان شعله های آتش سوخت مردم شهر از دور دیدند که دود سیاهی آسمان را پوشانده همه برای کمک به سوی خانی سیروز رفتند آن دود سیاه را پیر مرد سفید هم دیده بود حکیم خیلی ناراحت شد سرش را تکان داد و زمزمه کرد من به او گفته بودم که وقتی خانی تو از نی ساخته شده نباید در آن با آتش بازی کنی داستان اگر باران نبارد همیشه از کوچه که رد می شدم صدای خرت و خرت اره او را می شنیدم. به دکانش که میرسیدم او را میدیدم که بر روی تک چوبی خم شده و کار میکند کاسبیش خیلی خوب نبود اما همیشه کاری برای انجام دادن داشت پنجره یا دری برای خانه ای می ساخت. یا تخت و گهوارهای برای کودکی یا گاهی چرخ چاهی همیشه از صدای عرش یا تقطوق چکشش خوشم می مرا که میدید سلامی میکرد و جوابش که میدادم تعارف میکرد به دکانش بروم اما من که نمیخواستم مزاحم کارش شوم قبول نمیکردم و به هم ادامه میدادم. دادم. راستش را بخواهید بدم نمیآمد دامادم می شود. دخترم مرجان را بغدش در میآوردم. به نظرم جوان شایسته ای بود. تا اینکه روزی از همین روزها وقتی از کوچه رد شدم نه صدای عرش را شنیدم نه صدای تق و تق چکشش را. جلوتر که رفتم دیدم دکانش بسته است. نگران شدم از همسایه سراغ او را گرفتم ببخشید این استاد نجار امروز سر کار نیامده؟ کی؟ استاد ابراهیم؟ بله دکانش چرا بسته است همسایهش که مردی خیاط بود سرش را با تعصف تکان داد گفت نیست امروز امویش مرده و رفته برای خاک سپاری در دلم گفتم خدا بیا مرزدش حیف است که مرا از صدای عرف و چکش محروم کرده روز بعد دوباره از همان راه همیشگی گذر کردم آن روز هم دلم به صداهایی که دوست داشتم گرم نشد باز از همسایش که در سایه دیوار چرت میزد سراغش را گرفتم سلام بابا جان سلام آقا بفرمایید از این رفیق ما چه خبر انگار هنوز دکانش را باز نکرده نه رفته به خانه امویش مگر نگفتی امویش فوت کرده چرا گفتم امروز رفته برای گرفتن ارس و میراس. ارس چه ارسی عمویش وسیعت کرده بود وقتی مرد هر چه دارد به ابراهیم برسد بله و چه شانس خوبی دارد این ابراهیم که زندگیش از این رو آن رو می شود کاش من هم عمویی داشتم در خاک خفته با چند کیسه پول و چندین قطعه زمین و خانه و باغ و میوه خدا شانس بدهد در دلم گفتم خدا غیر از شانس لیاقت هم باید بدهد مرد گفت چیزی گفتی گفتم نگرانم پیرمرد نگران گفت باید خوشحال باشی نه نگران از این مال های بادآورده نصیب هر کسی نمی شود گفتم نگرانی من هم از همین است مگر نشنیده ای این ضرب المثل را که میگوید بادآورده را باد میبرد با او خداحافظی کردم در آرزوی اینکه باز هم صدای ارده و چکش ابراهیم در کوچه بپیچد از آنجا دور شدم و برگش دعا کردم چهل روزی از فوت عموی ابراهیم گذشت وقتی دیدم هنوز دکانش بسته سراغش را از پیرمرد خیاط گرفتم او گفت دیگر نمیآید حالا این مرد آنقدر پول دارد که از پایان بردارد و بخورد و زندگی کند نگرانیم بیشتر شد به خیاط گفتم کجا می توانم او را ببینم؟ خانهش کجاست؟ گفت در خانه امویش زندگی می کند. چه کارش داری؟ گفتم من این موها را در آسیاب سفید نکردم. احساس خطر می کنم. به گمانم باید با این جوان حرف بزنم. نشانی جوان را گرفتم و به دیدارش رفتم. نوکرهایش خانه را آب و جارو کرده بودند. پیدا بود مهمانی شاهانهی به راه انداخته. مرا که تعجب کرد. گفتم. آمدم به تو پندی بدهم و بروم چون از حال تو با خبرم و میدانم که پرنده بخت و اقبال بر شانت نشسته گفت زود باش بگو من خیلی کار دارم و باید زودتر بروم گفتم ای فرزند پول و ثروت مثل آب جوی است خرج مثل آسیاب اگر بی حساب و کتاب خرج کنی این جوی می خوشکد و آسیاب از کار می افتد. همانطور که اگر باران نبارد رودخانه ها می خشکند. از من به تو نصیحت ول خرجی نکن به فکر آینده باش چون اگر امروز به فکر فردا نباشی فردا برای چارندیشی دیر است نگاه هم کرد و با نیشخند گفت پیرمرد نصیحتت اگر قیمتی داشت آن را می خریدم حیف که بی قیمت هست من نمی توانم پولی به تو بدهم اما می توانم به جای آن بگویم فردا را که دیده؟ من که امروز خوب و خوش و راحتم چرا به فکر فردا باشم؟ حیف نیست که شادی امروز را با غم فردا خراب کنم؟ خواستم جوابش را بدهم که دیدم راهش را کشید و رفت. من هم از همان راهی که آمده بودم برگشتم. با خودم گفتم تو هرچه از خوبی و حقیقت میدانی بگو. بگو و بگذر. کسی که گوش نمی کند سرانجام روزی پشیمان می شود. همینطورم شد. مدت ها بود که من دیگر از آن کوچه نگذشتم. از این آن شنیده بودم که آن جوان نجار نه تنها کار نمی کند که از ارث باداورده ی امویش می خورد و عیش و نوش می کند و با رفقایش روزگار می گذراند. دو سه سالی گذشته بود. روزی گذارم به همان کوچه افتاد. نزدیک دکان خیاط که رسیدم چهره یا شنا دیدم. آیا این همان جوان بود؟ جلوتر که رفتم دیدم بر زمین سرد نشسته و لباس پارش را وصله می کند. گاهی ره به او تکنانی میداد داد که از گرسنگی نمیرد. من هم تکنانی به او بخشیدم. لحظه ای نگاه من در هم گره خورد. او مرا شناخت سر به زیر افکند. عشق در چشمهایم جمع شد. با اینکه ناراحت شده بودم چیزی نگفتم به راهم ادامه دادم. با خود فکر کردم. چه فایده دارد او را ملامت کنم و نمک بر روی زخمش بپاشم در دل گفتم کسی که در وقت خوشی به فکر فردا نباشد روزگارش همین است درست مانند درختی که در بهار میوه میدهد و در زمستان بیبرگ است داستان حلوا و رنگین کمان پسر از توی بازار که رد میشد هوس کرد کمی حلوا بخورد پیش مرد حلوافروش فروش رفت گفت سلام کمی از این حلواها به من بدهید حلوافروش فروش که با دوستش در حال صحبت بود قدری حلوا در کفی ترازو گذاشت و وزن کرد و به پسر داد پسر راهش را کشید و رفت حلوا فروش او را صدا کرد آهای اه کجا پولش را ندادی پسر کمی را نگاه کرد گفت مگر نمیدانی یعنی که من کی هستم فروشنده گفت نه کی هستی من کوچکترین فرزند علامی شهر هستم هر کس هر سوالی داشته باشد میآید خانی ما و از پدرم میپرسد حلوا فروش خندش گرفت به دوستش نگاه کرد او هم لبخندی بر لب داشت دلش نمیآمد پسر را ناراحت کند گفت این بار میبخشمد ولی دیگر این کار را نکن چون من برای درست کردن حلوا به روغن و شکر احتیاج دارم برای خرید روغن و شکر باید پول بپردازم نه چیز دیگر دوست مرد و فروش از جا برخواست از ته مغازه جلو آمد و به پسر گفت نام پدرت چیست؟ پسر گفت محمود علامه دهر او خیلی مرد بزرگی است دانشمند است ما صدها جلد کتاب در خانه داریم شما اگر او را بشناسید حتما مرا هم میشناسید من نه تو را میشناسم نه پدرت را ولی خب حالا که فهمیدم پسر یک دانشمند هستی بگذار سوالی بکنم و از دانش تو بهره ای بگیرم پسر هیچ نگفت و زل زد به او مرد گفت دیروز که رفته بودم صحرا باران خوبی بارید همه جا را سیراب کرد من خوشحال بودم و خدا را شکر می کردم که درختان سیراب شدند در همین موقع دیدم که در آسمان رنگین کمانی پدید آمد انگار از این سوی صحرا به آن سویش یک پل هفت رنگ زده باشند کمی بعد دیگر اثری از رنگین کمان نبود هرچه فکر کردم نفهمیدم سبب این رنگین کمان چیست از هر کس هم که میپرسم نمیدانم پسر گفت خب منظورتان چیست مرد ادامه داد میخواستم بگویم تو که فرزند یکی از بزرگترین دانشمندها هستی این را میدانی پسر سرش را تکان داد گفت نه نمیدانم مرد گفت تا به حال از پدرت نپرسیده ای؟ پسر سرش را پایین انداخت گفت نه من هم رنگین کمان را دیدم اما هیچ وقت این سوال به مغزم نرسیده بود که چگونه و به چه علت آسمان این طور می شود مرد دستی به سر پسر کشید و گفت تو که علم پدر را نداری پس چرا می خواهی دهانت را از این راه شیرین کنی؟ سعی کن در زندگی علمی هنری حرفه بیاموزی که به کارت بیاید چون هر جا که بروی از تو نمیپرسند پدرت کیست بلکه میگویند هنرت چیست پسر خجالت کشید حلوا را روی پیشخان گذاشت مرد حلوا فروش آن را برداشت دوباره به پسر داد و گفت بگیر پسرم پدرم هم همیشه به من نصیحتی میکرد که هنوز یادم است او میگفت روز قیامت از تو نمیپرسند که با چه کسی نسبتی داشتی بلکه میگویند وقتی زنده بودی چه کردی چون هر کس مسئول عمل و کارهای خودش است نه مرا به خاطر کارهای خوب پدرم پاداش میدهند نه به خاطر کارهای بدش تنبیه میکنند حالا برو پسر نرفت ایستاد و همانطور که با آنها نگاه میکرد گفت من شیرینی حرفهای شما را از این حلوا بهتر دیدم حتما پول حلوا را می آورم. مرد گفت برو جانم نوش جانت ما خوشحالیم که تو حرفهای ما را زهر نیافتی و به دیده حلوای شیرین با نگاه می کنی. بگذار در همین باره من هم از پدرم جمله بگویم. او می گفت اگر می بینی که حاجی ها سیاهی را که به دور خانه خدا پیچیده شده می بوسند نه به خاطر کرم ابریشم و با است. بلکه به خاطر وجود مقدس صاحب خانه یعنی خداوند بزرگ است پسر از آنها خداحافظی کرد و به سوی خانه براه افتاد داستان بزرگترین درس زندگی به یک نقطه دارد پ سه نقطه دارد ت دو نقطه دارد الف نقطه ندارد این صدای معلم بود که از داخل مدرسه به گوش می رسید همه بچه ها گوششان به درس بود جمله های او را تکرار می کردند. همه به سه نفر از دانش آموزان که کنار هم نشسته بودند ناصر و سعید و برمک ناگهان صدای معلم قطع شد همه جا در سکوت فرو رفت بچه ها به شهره خشمگین معلم نگاه کردند که به طرف آن سه نفر می رفت. شما اینجا چه کار می کنید؟ رنگ بچه ها از ترس زرد شد برمک به حرف آمد و گفت هیچی معلم سرش را تکان داد در دستانتان چه دارید ناصر با لکنت زبان گفت هیچی استاد معلم گفت اگر هیچی نیست پس مشتت را باز کن تا معلوم شود این هیچی چه شکلی است بچه های دیگر خندیدند به طرف آنها سرک کشیدند سعید گفت اجازه بدهید نشانتان ندهیم وگرنه معلم گفت وگرنه چی؟ زود باش حرف بزن سعید گفت وگرنه می رود. معلم به طرف آنها خم شد آهسته آه پرسید می رود. چه چیزی می رود آبرویتان برمک گفت نه این چیزی که در مشت سعیده است معلم برف روخته شد و فریاد زد زود باش مشتت را باز کن زود باش دارم به تو امر می کنم بچه ها به یکدیگر نگاه کردند سعید ناچار دست هایش را باز کرد ناگهان گنجشک کوچولویی از لای دست های او بیرون آمد و به طرف پنجره پر کشید ابتدا به شیشه خورد و سقوط کرد اما از جنب وجوش جوش نیفتاد و راه فرارش را پیدا کرد هم همه ای بپا شد معلم که خیلی ناراحت شده بود آن سه را از جا بلند کرد و تا کنار در اتاق برد وقت تنبیه بود در آن روزگاران معلم ها اجازه داشتند دانش آموزان را تنبیه بدنی کنند چوبی داشتند که با آن فلک می گفتند. به پای بچه ای که میبایست تنبیه میشد چوب میبستند و با شلاق یا ترکه ای از درخت به کف پای او میکوبیدند. معلم رو به سعید کرد و گفت پدر تو چه کار است؟ سعید اشکایش را پاک کرد گفت تاجر معلم رو به ناصر کرد و گفت پدر تو ناصر با لکنت گفت حکیم حال نوبت برمک بود معلم شغل پدر او را هم پرسید برمک که ترس از چهرش مح شده بود با لبخندی گفت پدر مرا همه میشناسند. معلم گفت خب برمک ادامه داد شما چطور نمیشناسید؟ معلم گفت من از تو سوالی پرسیدم تو باید جواب بدهی. پدرت چه کار است؟ برمک گفت همه می دارن که من پسر حاکم هستم. پسر مهمترین مرد این شهر. دنبال این حرف پوزخند زد. بچه دیگر هم خندیدند و اتاق پچپچه پچه بپاشد. معلم گفت ساکت ساکت وقتی سکوت بر همه جا نشست حرفش را اینطور ادامه داد هر کس در جلسه درس شیطنت کند و به درس توجه نکند تنبیه می شود حالا من به ناصر و سعید هر یک پنج ضربه می زنم و برمک را که فرزند حاکم است نفسها در سینه حبس شد همه گمان می کردن که معلم او را خواهد بخشید انتظار نداشتند که این جمله را بشنوند برمک را که فرزند حاکم است ده ضربه ناگهان همه به جنب جوش افتادند ده ضربه به برمک پسر حاکم معلم بار دیگر آنها را ساکت کرد گفت ولی امروز دیر است فردا اول وقت این کار را خواهم کرد حالا بروید خانه هایتان و از دست امروز برای فردا مشق بنویسید و بیاورید روز بعد بچه ها در مدرسه انتظار معلم را می کشیدند. اما او دیر کرده بود هیچ کس نمی دانست معلمشان کجاست به جز برمک او ماجرا را به پدرش گفته بود پدر معلم را به کاخ حکومتی فرا خوانده بود وقتی معلم در برابر حاکم قرار گرفت میدانست حاکم به او چه خواهد گفت جناب استاد شنیدم خیال داری برمک ما را تنبیه کنی همین طور از جناب حاکم چرا و به چه علت؟ به علت بازیگوشی هنگام درس و آزار پرندگان بیگناه ولی او که تنها نبوده بوده؟ خیلی قربان با دو نفر دیگر در این جرم شریک هست آیا آنها هم تنبیه می شوند؟ بله و کمتر از فرزند شما ناگهان حاکم خشمگین شد از جا برخواست و با صدای بلند فریاد زد یعنی تو می خواهی فرزند مرا که حاکم این شهر هستم بیشتر از دیگران تنبیه کنی؟ معلم نفس بلندی کشید گفت البته او باید بیشتر از دیگران تنبیه شود و شما باید از این بابت خوشحال باشید حاکم گفت چرا معلم آرام گفت چون کارهای زشت و ناپسند فرزند حاکم پیش مردم بیشتر و بزرگتر به نظر می رسد در حالی که اگر همان خطا را مردم عادی بکنند چندان دیده نمی شود حاکم سرش را تکان داد با فکر گفت عجب معلم گفت بله حالا اگر اجازه می دهید بروم و دست امروز را به آنها بدهم حاکم که به نظر می قانع شده پرسید درس امروزتان چیست معلم در حالی که آنجا را ترک می کرد گفت بخشش ادامه داد این بار من هر سه آنها را خواهم بخشید تا بزرگترین درس زندگی را به آنها آموخته باشم داستان آهسته و پیوسته در شهری کوچک در حاشیه کویر جوانی زندگی میکرد به نام خسرو که بسیار تیزرو و چالاک بود او پاهای قوی و نیرومند داشت کسی در دویدن به گرد پای او نمیرسید به همین سبب خیلی به خودش میبالید و مغرور بود روزی در شهرشان خبری دهان به دهان چرخید حاکم خان مهمانی داده حاکم خان همه را به شکارگاهش دعوت کرده مرغ و پلو می دهند. هر که میخواهد غذای چرب و چیلی بخورد برود باغ حاکم اما مگر باغ حاکم نزدیک بود از شهر تا باغ نصف روز راه بود حاکم میهمانی را در شکارگاهش برگزار کرده بود مکانی دور و زیبا که در تپه های اطراف شهر قرار داشت برای بعضی از مردمی میهمانی مهم نبود برخی برایشان مهم بود اما حوصله این راه دور را نداشتند گروهی البته به طرف باغ حاکم راهی شدند یکی از این گروه همین خسرو بود که اول گفتم تیز پا بود و تن تن راه می رفت خسرو اول راه پیر مردی را توی جاده دید که آهسته آهسته قدم بر می داشت هر از گاهی می ایستاد نفسی تازه می کرد دوباره به راهش ادامه می داد اصلا نمی توانست چون این آدم های را تحمل کند کمی از سرعتش کم کرد با غرور به پیرمرد گفت ای جوان قدیم چرا نمی مثل من تند بدوی زندگی دارد می تا تو چرا راه میروی پیر دستی برایش تکان داد و گفت برو جوان عجله کن تا ببینم به کجا می رسی سر به زیر راهش را ادامه داد خسرو در عدل به او خندید مسخرهش کرد عجله کن تا ببینم به کجا می رسی؟ اینجور آدم ها مرا به یاد سنگی می که انگار سال هاست چسبیده به زمین باید مثل باد بود اینطوری. نگاهی به انتهای جاده انداخت و سرعت گرفت تونتر و تر دوید رفت و رفت تا به درختی رسید که کنار جاده سایه انداخته بود سربالایی بود و احساس میکرد پاهایش دیگر رمق ندارند آن سربالایی را نمیتوانند تحمل کنند نفسش به شماره افتاده بود زیر سایه درخت نشست تا کمی استراحت کند اما نشستن زیر درخت همان و به خوابی خوش فرو رفتن همان کم کم پلک سنگین شدند و روی هم آمدند. آنقدر خوابش عمیق شد که خواب دید. خواب دید پای سفری حاکم نشسته و دولوپی در حال خوردن مرغ و پلو است. خواب دید ران مرغی در دست دارد. هرچه دندان میزند جویده نمی شود. ناگهان از خواب پرید. اطراف را نگاه کرد. خبری از مهمانی نبود. در عوض پیرمردی را دید که از جاده میگذرد و او را نگاه می کند. پیرمرد که لبخند زیبایی بر لب داشت گفت انگار خسته شده ای خسرو خود را نباخت من نه خسته نیستم ولی کمی استراحت بد نیست الان دوباره از شما پیشی میگیرم جلو میافتم حالا میبینی اما وقتی از جایش بلند شد احساس کرد تمام استخوانها و ماهیچه درد میکند. دیگران توان و زور گذشته را نداشت. ناله کوتاهی از درد سر داد. پیرمرد برگشت و نگاهش کرد چی شده درد داری گمانم چاییده باشی وقتی به اینجا رسیدی عرق داشتی عرقت باز خورده و سردت شده و سرما خورده ای خسرو قدمی برداشت گفت انگار همینطور است که شما میگویی تمام عضلات هم درد میکند چه کار کنم پیرمرد دستش را گرفت و آرام کشید با صدایی که پر از آرامش دنیادیدگان بود گفت بیا آهسته آهسته با من بیا تا دوباره گرم شوی وقتی خسرو با او هم قدم شد سربالایی به نظرش طولانی و کشدار آمد پیرمرد هم این را احساس میکرد. اما سعی کرد سختی راه را با صحبت کردن کم کند با یک پند و اندرز شروع کرد ببین پسرم تو در ابتدای راه به من گفتی که زندگی دارد میدود تو چرا آهسته میروی حالا من به تو میگویم زندگی هر چه شتاب داشته باشد تو باید درست راه بروی. لابد نتیجه تند رفتن را دیدی. در حالی که اگر آهسته و پیوسته می رفتی، در راه نمی ماندی. مگر نشنیده ای که گفتند، رفتن و نشستن بهتر از دویدن و بریدن است. از به تند رو با شتاب می رود و زود خسته می شود. اما شطور آهسته می رود. شب و روز هم که برود خسته نمی شود. حرفای پیرمرد برای خسرو شیرین و پنداموز بود آنقدر گرم حرف و گفتگو بودند که نفهمیدند کی به باغ حاکم رسیدند